با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض درود و سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنید. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ موشکباران رژیم صهیونیستی، اینو بگم که وزیر خارجه ایران که برای دیدار و گفتگو با همتای عربستانی به پکن سفر کرده بود، با وزیر خارجه چین هم دیدار و گفتگو کرده. این دومین دیدار امیر عبداللهیان و کانگ در پکن بعد از انتصاب وزیر خارجه جدید چین به این سمت هست. خب انگار معادلات جدیدی داره تو این منطقه شکل میگیره و از این به بعد اون پلان بی که در موردش بارها صحبت کردیم داره با جدیت تمام پیگیری میشه. حالا بریم سراغ موشکباران رژیم صهیونیستی که به گفته رسانه‌ها این یه حمله دست جمعی از طرف گروه‌های مقاومت بوده. عرض کنم که ساعتی پیش، یعنی بعد از ظهر امروز، منابع خبری از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرک‌های صهیونیستی واقع در شمال فلسطین خبر دادن. خبرگزاری شهاب میگه که آژیرهای خطر در شهرک صهیونیستی شلومی به صدا در اومد و رسانه‌های عبری میگن که سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین دو موشک به سمت یک هدف ناشناس شلیک کرده. به گفته رسانه‌ها تاکنون نقش مستقیم حزب الله لبنان در این حمله تایید نشده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کردند که نمیتونن تایید کنن که حزب الله لبنان از حملات راکتی مطلع بوده. شبکه 13 رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که اسرائیل قصد جنگ با لبنان نداره، اما در این زمینه سکوت نخواهد کرد. این شبکه با اعلام اینکه حمله موشکی به غرب الجلیل از زمان جنگ دوم، یعنی جنگ 2006 تا کنون بی سابقه بوده، اضافه کرده که انعکاس صدای رهگیری و انفجار راکت‌ها در حیفا و اطراف اون شنیده شده. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی میگه که 34 فروند راکت که عمدتاً از نوع گراد و کاتیوشا بودن از لبنان به سمت شهرک‌های شمالی شلیک شد که 5 فروند راکت به منطقه اشغالی اصابت کرده که تعدادی مجروح و خسارت بر جای گذاشته. شبکه 13 اسرائیل میگه که احتمال داده میشه که حماس و یا سایر جناح‌های فلسطینی در حمله راکتی از خاک لبنان به مناطق اشغالی دست داشته. شبکه المیادین هم به نقل از منابع امنیتی لبنانی بیان کرده که 15 فروند موشک از 3 منطقه لبنان شلیک شده. این منبع در ادامه میگه که سامانهای پدافندی گنبد آهنین برای مقابله با پرتابه‌ها حدود 20 موشک تامیر پرتاب کردند. حالا در همین راستا این یکی دوتا توییت رو هم با دقت ببینین دوستان. معادله جدیدی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شده. شلیک‌های امروز مقاومت به شمال فلسطین اشغالی در پی حملات دو شب گذشته نظامیان و شهرک نشینان اشغالگر به مسجد الاقصی صورت گرفت. از این به بعد هر تجاوزی به ساحت مبارک قبله اول با پاسخ روبرو می‌شود. کرانه باختری هم تنها نیست. خب چیزی که در شلیک موشک‌ها از جنوب لبنان اتفاق افتاده فقط زهرمار کردن عید یهودیان نبود. نشون دادن این نکته بود که گزینه‌های صهیونیست‌ها علی‌رغم تبلیغات کم و گزینه‌های مقاومت بسیار زیاده. در دفاع از مسجد الاقصی فقط کرانه باختری و غزه نیستن، بلکه مقاومت در لبنان هم آماده حمله و پاسخگویی برای دفاع از قبله اول مسلمانان است. این موضوعی است که صهیونیست‌ها خودشون به خوبی می‌دونن که نمی‌تونن در اون دست به ریسک بزنن. اینم توییت کانال منتسب به سپاه در توییتر.
بعد از این ماجرا حزب الله لبنان هم اعلام کرد که در صورت هر گونه اقدام خصمانه از جانب رژیم صهیونیستی بر علیه ملت لبنان صدها موشک حیفا را به جهنم تبدیل می کند. فوت لجوا البيت، فوت البيت. ايش في؟ عم بيضربوا صواريخ وعم بيقطعوها اسرائيل. در پی این حملات تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو مستأصل و سرگردان در مسیر حرکت به وزارت جنگ در تل آویو است. همزمان با حرکت نتانیاهو به سمت این وزارتخانه که چیزی هم ازش باقی نمونده، روزنامه عبری هارتس به نقل از منابع آگاه نوشته که ارتش رژیم اسرائیل در جلسه امروز برای ارزیابی تحولات اراضی اشغالی گفته که فرماندهانش بر این باورند که برای ممانعت از تنش منطقه‌ای باید اوضاع در مسجد الاقصی آرام شود. اما دقایق پیش ارتش لبنان در بیانیه اعلام کرد که شماری از راکت‌های شلیک شده به سمت فلسطین اشغالی از شهرک‌های الغلیله، المعلیه و زبقین در شهرستان سور شلیک شده. ارتش لبنان اعلام کرد که ما همکنون گشتی‌هایی را در مناطقی که راکت از اونجا شلیک شده راه اندازی کردیم و این اقدام هماهنگ با نیروهای یونیفل صورت می‌گیره و همین الانم هم خبر می‌رسه که ارتش اسرائیل به حالت آماده باش 100% در اومده. ضمن اینکه بیانیه ای رو هم منتشر کرده که خلاصش اینه: مسئول شلیک موشک‌های اخیر از جنوب لبنان حماس بوده و تحقیقات درباره دخالت ایران ادامه دارد. باشه، شما به تحقیقاتت ادامه بده. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین دوستان عزیز و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.